ما میش گفتیم که خدمت بینده گرامی خود به عرض رساندیم که بعضا ما گزارشات را خدمت شما تقدیم میگیم دلیل خاص داره. امروز بعض وطندارای ما میگن که سرویس های خبری زیاده هست، چی نیاز به خبرها؟ و ما میگیم که هر قدر سرویس خبری بیشتر باشه خوبتر است، به شرطه که سرویس اخبار بی‌طرفانه باشه و قابل از این باشه که آدم بالای از صحبت کنه. چون که خبر است که میشنیم، ولی هر خبر از خود پس دوباره خبری دارم. بعد ما اینو ما ادعایی نداریم، ولی میتونیم بسیار با جرأت و بسیار شجاعت اعلام کنیم که تمام تلویزیون هستیم که نه طرف شخص، نه طرف کس، نه طرف گروه، نه طرف کدام سازمان، نه طرف کدام اداری از هیچ جهت ما نه حمایت میشیم و هیچ وقت هم تقاضای حمایت نکردیم. برای از این که هر منبعی که پول بده کاری هم میده و ما هیچ وقت نخواستیم که استقلال خود از دست بدیم به خاطر مادیات زندگی و به گفته وطنی و به خاطر چرک دست. به خاطر ما خبرهایی را که انتخاب میکنیم هر خبر گپهایی داره و این گپهای از این یاد به زودی یا در آینده ها این خبر ساز میشه. یادتان باشه که وقتی که دو سال پیش توافقنامه دوحه امضا شد، در اونجا سوالات زیادی پیش مردم به وجود آمد که های واقعا همین چند چیزی را که گفتن اینا در توافقنامه دوحه است یا ای که گپ های زیادی داره. از اون ابتدا مردم میگفتن که این توافقنامه بخش های بسیار عادیش همگانی شده، ولی پیچیدگی ها و پوشیدگی های خود داره که یعنی پوشیده میمونه راز ها. خب یکی از این خبر مدام وقت بر شما نشر کرده بودیم و گفته بودیم که این خبر حتما یک روزی از سر و صدا خلق میکنه که تنها امینه بوده که برادر شما برین این کار خانگی رو براتان میتیم زاکنین. یکی از موارد در وقت زمان همی بود بیندگرامی که توافقنامه دوحه افشا شد که طالبا استخدام شدن که بعد از این وظیفه بلک واتر در افغانستان پیش ببرن و همین خاطر با عجله تمام نیروهای خود امریکایی ها کشیدن، چون دلشان جمع شد 70 میلیارد دلار اسلحه و مهمات بر از اینا به جا گذاشتن که اینا میتونن عامی منافع ما باشن. امریکا با یک تیر چندین فاخته زد، اولی که از مصارف گزاف روزمره که داشت از او خود نجات داد، دوم سربازان خود نجات داد و دیگه ای که در اینجا خب ما نمیگیم که تمام طالب ها بیگانه هستن، بیگانه هست مشخص هست، دق بینشان پاکستانی ها هست، عرب و چینی ها شاید از هر جای باشه، ولی خب بالاخره افغان هم در او گروه جای داره. مثلا که اینا در این چندین سال شستشوی مغزی کردن جوانان نازنین ما را که فقط به کشتن و انتحار و اینا را عادت دادن. خب وقتی که نیروی خود کشید امریکا و وظیفه بلکواتر را برای طالب ها سپرد، در اینجا جنگ دیگه سرباز بیگانه، سرباز ناتو و سرباز امریکا و سرباز کانادا دیگه در اینجا کشته نمیشه. اگه این حمله میکنه جای اونجا هم یک افغان نست از بین میره و اگه حمله میکنه اینجا بازم و سلاح خود ما رو توسط خود ما در امی بی سال هم از بین بردن بیشتر و آل زیادتر یک سلاح یک طرف میده، یکی پول میده، یکی حج میده، فقط اموطن است که اموطن خود از بین میبره و هر قدر که مثلا دوام میکنه و سلاح به ضرر خود ماست، نه به ضرر بیگانه. بیگانه بعد از مطالعات بسیار عمیق شما ببینین دگرامی که در گذشته ها تورست ها می آمدن و این تورست ها ما فکر میکنیم دور گرد ها ایستن که میان و در گوشه می رفتن با چرس وز بکشتن، یک مشروب میخوندن، یک طرف موهای کشحال و جولیده و پریشان بود، یک طرف موسیقی میخوندن، با یک حالت عادی بودن. اما در حاصل بیشتر از اینا به اصطلاح اجنت های
دستگاهی استخباراتی بودن که اینا میامدن مطالعات خود میکردن بالای مناطق افغانستان، بالای خصوصیات مردم افغانستان، و همین خاطر است که اینا شناختهای خود پیدا کردن و همین شناختهای عمیقی که پیشتر اشاره کردن باعث شد که اینا بالاخره درک کنن که ارگاه پای بیگانه در این سرزمین باشه، این مردم متحدن متفقن و سر و کله بیگانه میزنن. ارگاه بیگانه در این سرزمین نباشه، اینا دیگه کار ندارن و سر و کله هم دیگر میزنن. و به اینمی اصل آخر اینا توافق کردن که ما چی نیاز که سرباز خود داشته باشیم مصرف کنیم، در حال که خود از اینا حاضر هستن و سر و کله هم دیگر بزنن. و این سر و کله هم دیگر در دو بخش هم صورت میگیره، یکی در بعد نظامی که نمیبینیم که انسانهای ما از بین میره، و یکی در بعد نشتاری که نویسنده ها و چیز فهم ها و قلم بدستای ما با سر و کله هم دیگر به نام قوم و قبیله و منطقه میزنن و هوره خواهین میگه هوره خواهین میگه، که اینجا دشمن واقعا بسیار موفق شده و واقعا اهداف را که بالای از او سر مگذاری کردن امروز میبینن نتیجه شد که به اون اهداف خود اینا رسیدن. خب برحالی مقدمه گوتار به خاطر ما گفتم بینگرامی که گزارشات که امروز نشر شد تقریبا این گپای ما را بیشتر اثبات میکنه، ولی هنوز هم آخر خبر نیست. این خبر شاید ادامه پیدا کنه، این خبر سر و صدای بیشتر شوه و بالاخره کسانی که طراحان اصلی توافقنامه دوحه بودن اونا شاید بالاخره روز مجبور شوند تمام جزئیاتی توافقنامه را که تا مجلس سنای امریکا اون را درست نمیفهمه اما گوریم سادن. اون وقت میشه که باز چی میشه؟ به حساب وطنی ما شما سیاه روی شود هر کی در روغش باشد. چون آل طالب آمده از آدرس زور، از آدرس قدرت و از آدرس جنگ گپ میزنه که ما بودیم که جنگیدیم، ما بودیم که ناتو رو زدیم، ما بودیم که امریکایی ها رو زدیم، ما بودیم که کانادایی ها رو زدیم، این بودیم و قدرت داشتیم. اونو وقت است که باز اینا پس سرفگنده و شرمسار میشه، لابیگرهای طالب خجل زده میشن، شرمسار میشن، روسیا میشن، چون عقایق امگانی میشه. و یه عقایق دمی بحث امی خبرام کم جای گرفته که شما اتمن خبرها را شنیدین ولی شاید زیاد دقت نکرده باشین. ببینید تا نباشد گپه که مردم نگویند گپها. سرپرست وزارت امور خارجه گروه طالبان میگد که ایجاد پایگاه نظامی امریکا در خاک افغانستان جزء توافقنامه دوحه نیست. متقی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که چنین مسئله یعنی ایجاد پایگاه نظامی از سوی هیچ کشور ابراز نشده. این مقام گروه طالبان گفته است که اگر امارت طالبان با ایجاد این پایگاه ها موافقت کند پس 20 سال جنگ را برای چه هدف انجام داده است. اما این در حال است که گفته میشه ایجاد هفت پایگاه نظامی امریکا در خاک افغانستان جزو توافقنامه دوحه میان گروه طالبان و امریکا میباشه و این یقینا فیصله شده. امریکایی ها بیگرامی 70 میلیارد دلار اصلاح و مهمات خود با این هفته 40 میلیون دلار پول نقل روان کردن. این شما فکر کردین که هیچ هدف خاصی نداره، هیچ در آینده طرحی نداره؟ خب مشخص است داره. هر قدر که وضعیت در منطقه و شاو کنار ما پیچیده تر شوه پای امریکا دوباره به این سرزمین میرسه و این نه طالب بود ممانعت کرده میتونه و نه اینجا مسئله عزیز که ما جنگ کردیم و اینا را کشیدیم. اینا جنگ اینا بیرون نشدن بلکه اینا حضور دارن، حضور فیزیکی ندارن و از اینکه تو جاهل وحشی خاک فروش استخدام کرد تا تامین کننده منافع امریکایی ها در افغانستان باشه. از سوی دیگه هم وزیر خارجه روسیه در نشست فارمت مسکو گفته که به بازگشت پایگاه نظامی امریکا و ناتو در خاک افغانستان به هر بهانه‌ای که باشه موافق نبوده و غیر قابل قبول می باشه. پس به این حساب است که در امی توافقنامه چی طالب و چی طالب پرستا و چی عامیان طالب با دیده درایی و با بیشرمی برای طالب ها اینا لابیگری میکنن، باید
بپذیرند که با خاک و با عیست و آبروی وطن خود معامله کردند و توافقنامه جدا از آن چی است که مردم امروز که بیش میدانه. توافقنامه در توافقنامه طالب و عیس یک مزدور، مزدبگیر، خاک فروش، عزت فروش، تاریخ فروش، ناموس فروش ثبت شده. عیف به شما جوانان نازنین که از چنین گروه جاهل، از چنین گروه وطن فروش، از چنین گروه معامله‌گر دفاع میکنید، آن هم به اساس ملاحظات که پیش شما است، نه به اساس عقلانیت. چون در عقلانیت شما میبینید که اینمی گروه، گروه وحشی است، جاهل است، گروه است که مرحله مردم ماست و ای بالای هیچ کسی اینا رحم نمیکنه. ای که بگه که از این قومی خواهم بالای هر قوم و اینا تا حال ظلم کردن و مردم اذیت کردن. پس امیدوارستم روز نه چندان دور شاید ازی باشیم که ای اما معاملات پشت پرده آشکار شما با گفته یک فرد شیره که بود که پرده از روخ ستیش برای کنار بودن تا مردم ببینن که آن طرف پرده چی هست، چی میگذره. فعلا پرده هست روی استیج که ما نمیتونیم اون طرف استیج ببینیم.